دوست عزیزم سلام عرض میکنم. امروز 3 ماه جولای سال 2022 میلادی است و ما در یک رستوران افغانی به نام آریا کباب در ونکوور کانادا همراه خانم مجده جمالزاده هستم، هنرمند عزیز ما. یک مصاحبه کوتاه می داشته باشم. امیدوار هستم که شما سخاوتمندانه با این مصاحبه ببینین، گوش بدین. سخاوتمندانه به یه خاطر که مجده جان لسان اولش انگلیسی است و امروز مجبور است که به فارسی مصاحبه کنه، و خاطر از این که زیادتر برای خانمایی است که در افغانستان است، مردایی است که در افغانستان است، یعنی مردم افغانستان. یعنی اگر مجده جان با انگلیسی مصاحبه بکنیم امروز، بسیار زیاد بهتر میتونه که بزن. از این خاطر شما سخاوتمندانه باید ببینین. مجده جان عزیز بفرماین یک سلام علیکی بر دوستای ما. سلام گرم تقدیم میکنم به تمام دوستای عزیزی که امیال ما رو میبینن و همچنان نگفته نمانه که بسیار زیاد خوشحال هستم امروز با آقای عیار ششتم که I think بسیار منتظر بودم چی وقت اینا رو از نزدیک ببینم، کدام برنامهشان از پیشم مس نشده و ای که آل امرایشان پولیشن ششتم و صحبتهایی میداشته باشم بسیار زیاد خوشحال هستم. یک علاقمند بزرگشان دیگه چی بگویم، زیاد مردم افغانستان علاقمند شما هست. سلامت باشین مجده جان. من به افتخار میکنم که یک تعداد جوان ها برنامه های ما را میبینن. علاقمندی ما به همی است که جوان های ما بفهمند که در مملکت ما چی میگذره، چی نیازمندی است، و اینا اگر شوه که از تجربه زندگی ما یک چیز بیاموزن. و ما افتخار میکنم که شما من ایس یک زن فعال، یک هنرمند خوب، یک کسی که تجارب سالهای زندگی تانه با خود دارین برنامه ما را گوش میکنین. البته او یک مسئله شخصی نیست که ما را بسیار شخصا خوش بسازه، اما یک نیازمندی است و از این نگاه ما افتخار میکنم که شما برنامه های ما را میبینین. دلیل مصاحبه ما اما این نیست که شما با ما علاقه مند استین، برنامه ما را میبینین. دلیل مصاحبه ما ایست که شما در کانادا کلان شدین و افغانستان و فرهنگ افغانستان بلد نیستین و یک بار سرازیر میشین در افغانستان، در تلویزیون های افغانستان آهنگ میخوانین. ما یک تعداد ما فکر میکنیم که این دخترها شاید میرن به خاطر شهرت، این دخترها شاید میرن به خاطر پول، یا شاید هم دلایل دیگه است. خوش دارم از خودت بشنوم که دلیل رفتن در افغانستان چی بود؟ خب من از طرف دیگران نمیتونم صحبت کنم، از طرف خودم از وقتی که خرد بودم متوجه بودم که در افغانستان چی حالت است. فکر اوشم طرف افغانستان بود، مخصوصا طرف مردم افغانستان در چی حالت هستن، چقدر سختی را تیر میکردن و همچنان یا خصوصا همی خانوما و دخترای افغانستان که در او وقت که من خورد بودم دوران اول طالبا بود. بله. بسیار زیاد سخت بود برای من که ببینم خانوما و دخترا در چی حالت هستن. میخواستم که وکیل شوم، پدر جانم گفتم تصمیم من گفتم من که کم کلانتر شدم میرم لا سکول وکیل میشم، پس میرم افغانستان میخوام که یک تغییرات بیارم. گفت تو باعث یک وکیل در افغانستان چیزم کده نمیتونی. و گفت قوی ترین چیز در این دنیا میدیاست. اگر میخوایی که کدام کار کنی که یعنی با این on a larger scale، بهتر است که خودت در میدیا داخل شوی، پلتفرم بگیری، از طریق پلتفرمت میتونی که صدایت بلند کنی از طرف خانمای افغانستان. یعنی واقعا شما در یک سن خرد وقت اخبار افغانستان رو میشنیدین که حتی دور میره به دوره اول طالبا، ای را اسم میکردین که این مردم بیچاره نیاز به کمک داره و من یکی از اون انسان های هستم که باید یک کار بکنم برای وطن خود. چی کار کنم، چی کار کنم؟ من میرم مکتب، لا میخوانم، میرم که
از طریق قانون برای انسان‌های جامعه افغانستان کمک کنم و بخصوص برای دخترها و زنها که حقوقشان پاماله. باز پدرشان میگن که بچه‌م در ذهن مردم از طریق میدیا میتونی زیادتر داخل شوی و کمک بکنی. تغییرات در افغانستان میاد که زمینه مساعد میشه و در او زمان مجده جان در 15 سال دیگه از زندگیش تیر شده و میخواید که بره کمک کنه در افغانستان. اما در افغانستان از کجا شروع کردین؟ از آهنگ شروع کردین؟ چی رقمی در میدیا درو شدین؟ صحبت شما به لسان دری فارسی اقدر بود که شما برین در میدیا در اوجا شامل شوین؟ چی رقم بود؟ برای ما بسیار مشکل بود. اولی که ما بسیار شرمنداک بودم، بسیار عاجز، آرام. همیشه در اتاقم خود قید میکردم که یک کتاب امرای مردم هم نمیتونستم صحیح صحبت کنم. وقتی پدر جانم گفت که میدیا، مرا ترس گرفت، اما فهمیدم که راست میگه، حقیقت گفت. من دیگه مجبور شدم که خود از امو قالب راحتی بکشم، نگه ناراحت کنم خود که من داخل شدم در میدیا و مجبور شدم که موسیقی را پیش ببرم و از صفر شروع کردم. که شرم ایست رو بمانین و از یک صفر پایین شروع کنین و دیگه اون مجده دیروز نباشین، یک تولدی نو. اگزکتلی. در واقع دوباره تولد میشین. دقیقاً. برای زی که یک آدم دیگه باشین. بله. و ایرا با آهنگا شروع کردین در افغانستان؟ بله. یا ایست که به چی طریقه؟ خب من فکر کردم که یعنی من که قدر شرمنداک بودم و من قدر عاجز بودم و آرام بودم، موسیقی را هنوز یکان دفعه گوش میکردم و موسیقی را اگر خوشم هم نمی آمدم و شعرهایش آدم مجبور میشه بلد شما میشه در رادیو هست همیشه آدم گوش میکنه. افغانی؟ نه جای انگلیسی. امیر در فکرم گشت که اوکی اگر از طریق میدیا کنم جورنالیزم یک چیز است. جورنالیزم هم درس را خواندم، در این وقت موسیقی را درس خواندم و در این وقت فلسفی و پولیتیکال ساینس. یعنی شما درس هم دیگرش را خواندین. اتو نشد که شما مثل ما یک تنبور بگیرین و به خواندن شروع کنین. یا در امام بخونم. نه درسش چهار سال درس خواندم. 4 سال شما در موسیقی درس خواندین؟ فکر کنین از صفر من شروع کردیم. من هیچ وقت علاقه مند موسیقی نبودم، نمیخواستم. در فکرم نمیگشت که یک روز هنرمند بشم. یک دم یک کس میگه باید آواز بخونی. دیگه من صفر شروع کردم، 4 سال تمرین کردم. گفتین اگه ما برم در میدیا داخل شم به ایس کی و چطور؟ نه، موسیقی یکیش است. میرم شروع میکنم و میرین 4 سال درس میخوانید در موسیقی. در پالوی ازی در کدام رشته دیگه درس خوانده؟ سیاست، فلسفه و جورنالیزم. سیاست، فلسفه و جورنالیزم. یار کلش گت کردم. یعنی کل چیزها رو شما خواندین، من نمیفهمم ما ایجه چرا شیشتین؟ خواهش میکنم، ما درس و تحصیلات بسیار خوش دارم. من اینه میالم مادرم میگه پروفیشنل ستودنت. آها، بسیار خوبه. یعنی ما خیلی افتخار میکنم. ما خودم متعجب شدم که شما در زندگیتان اقدر سر خود کشیدین، خود رساندین. یعنی که تا دست چپتان دست راستان گرفتین و قدم به قدم خود پیش بردین. ما به افتخار میکنم. ما واقعا این معلومات نداشتم. خود تمام از یا وقتی که افغانستان رفتین اس کردین که او ما آماده پریدن هستم، راستی ما میتونم حالا بپرم. یک پر و بال براتان، یعنی علم و درس و مکتب برای شما یک پر و بال شده بود؟ یا افغانستان که رفتین فکر کردین که والا او بالا افتید، ما در یک جای دیگه هستم که کتو بالا پریدن هم میتونم، باید دوباره بال بکشم؟ اتو شد یا ایست که پر و بالتان شد؟ پر و بالم خوش شد. بله. سر خود بسیار حاکمیت پیدا کردم. بله. اما باید بگویم که از طرف مردم عزیز افغانستان که اینقدر مرا قبول کردن، مرا یک دختری که در خارج کلان شده پس آمده در مملکت و فارسی ما هم خوب نیست، اینا مرا قبول کردن و بدون قبول کردن افغانای عزیز ما هیچ جایی نمی رسیدم. یعنی شما اتو اس نکردین که
ولاد ایجا ما یک بیگانه هستم. نه من فکر کردم که در یک مملکت نو آمدیم که اما امی از خودم است. آه اس کردم که از خودم است، فامیلم هستن و دمونجا ما بلانگ میکنم، امونجا باید باشم. و امی خودش شما را روحن کمک کرد که بتانین که در این مملکت با یک امیدواری کار بکنین. بله. دفعه اول که ثبت کردین در یک تلویزیون به عیس یک سخنگو داخل شدین و ثبت کردین یا به عیس یک آوازخان ثبت کردین؟ اولین بار ما که گوگل سرچ کردم افغان فیمیل سینگر پیدا نشد. او وقت یک خانم بود به نام سحر آفرین. آها. که بسیار عاجز در استیج کنسرویتیو استاد شده بود و میخوان بسیار مقبول میخوان. آها. غیر از او من ندیدم خانم های نو بعد از جنگ که در اونجا آهنگ بخوانند. بله. و ما او وقت فارسی هم خوب نبودم و من تصمیم گرفتم که خواندن فارسی کنم و خواندن شعر بچه افغانی که از نجیب جان اقپرست یکی از علاقمندهای بزرگش هستم، خواندن دختر افغان، دخترک افغان او را خوانده بود، من ایره شعرش پدر جانم بابایم درست کرد به تغییرات آورده که شعر بچه افغانی اتمی شعر دختر افغان جورش کردن چی جورش کردن؟ شعر بچه افغانی، شعر بچه افغان. خب شما با امو رقم خوانده نشه این بله شعر. آهنگ از پدر شماست، منظور شماست آهنگ از نجیب اقپرست دختره که افغانی بخانه، خواهش میکنم. او خواندنه که نجیب اقپرست خوانده بود بسیار خوشم آمد و اونمو یادتان از چه خوانده بود؟ زمزمه کنه شعرش بلد نیستم، اما میتونم که امو شعر که پدر جانم با سر کمپوز و آهنگ از او جور کرده، شیر بچه افغانی مغرور و خوش زبانی. آه. تو در وفا و مردی مشهور هر زمانی. خیلی خوب اینی را خاندم. با وجودی که همی گفت که شما دیجه گفتین، ما یکمه که در می زمان چر زدیم که آیا ما امونا هستیم، شاید که بسیار سخاوتمندانه بوده که شما یک گفت برای ما زدین، اما راستی یک شعر زیبا بوده، ولی آهنگ از نجیب بوده. آهنگ از نجیب اقپرست بسیار خوب، از اونا تشکری میکنم. که آهنگ اولم رشد کرد دیگه، اونمو بود که مرا کشید دیگه در موسیقی افغانی. اولین بار بود که یعنی کتی آهنگ خود دیدین که یک عقاب هستین در فضا در آسمان افغانستان میپرین. بله. پرواز میکنین. بله. بعد از این چه؟ بعد از این یک حادثه شد در قندار در 2008 که یک چند دختر خانم ها از مکتب خانه میرن. شما افغانستان هستین که یادستم میشه؟ نه، در افغانستان نبودم، ایجا بودم، اما خواستم که از طریق امی در خارج هم که بودم در کانادا میخواستم که یک کار کنم از طریق موسیقی. و وقت اینترنت فعال بله، شده بود بله، یوتیوب بود بله. همه چیز بود، میخواستم صدای ما برسانم بر مردم. و در اوجه که 2008 همی حادثه که برای هفته چند دختر خانم های جوان میرفتن از در قندهار، در قندار آه. از مکتب خانه میرفتن در روشان اسید انداختن. دیگه اونمو باعث شد که امی پدر جانم وقتا تیزاب پاش دادن در روی دخترها در قندهار در سال 2008. شما ای رو میبینین در اینترنت و این خبر پخش شد. پدر جانم در قندهار بود، امرای قوای کانادایی. خب او قندار بود، از این حادثه خودش امونجا بود و ما از اینجا از طریق سی این این و خبرها میدیدم. من ایفم دو روز سه روز گریان کردم، بسیار زیاد سرم سخته شد. وقتی که پدر جانم سفر میکرد در تیاره شعر نوشته کرد، دختر افغانم من. آها. دختر افغان او را آورد برم، گفت این شعر نوشته کردم. دلش بسیار بسیار سرش سخت شد، اما کاری که شد سر از این دخترها، یعنی دلش سوخته یعنی بود از دل شعر از دل شعر درست کرد، آمد بر من گفت که خدا کنه، گفت من این شعر نوشته کردم dedicated to these girls و خدا کنه که یک چیز بتونی از امی جور کنی، یک خواندن جور کنی. که اونمو باعث شد که یک پروتست سانگ، اولین پروتست سانگ افغانستان دیگه به حساب یعنی پدر شما در افغانستان یک جریان مشاهده میکنه عملا، چون در اوجه با ارتش کاناداست که سر دخترای افغان بیچاره در قندهار اسید یا تیزاب پاش میدن. مجده جان در این زمان در یک سن
جوانتر با مراتب جوانتر از امروز با مراتب جوانتر از امروز اخبار افغانستان تعقیب میکنه. منیسی خانم میبینه که سردروی دخترها تیزاب پاشیده میشه در افغانستان و این بسیار متاثر میسازش که به گفته خودشان سه روز یاد سه غمگین چشمایشان از عشق خشک نمیمانه شود. پدرشان دوباره میایه کانادا و در اندو و تأثیر امو حادثه یک شعر سرودن من دختر افغانم. شعر میتند برای مجده جان که ایره رقمه که میخوانی بخوان و شما چی رقم خواندین میشه زمزمه کنین؟ ما در ظرف 5 دقیقه شعر اول خواندم و دفعه دوم وقت خواندن شده بود در فکرم. زودترین کمپوزی که ما تا حال جور کرده بودم در ظرف 5 دقیقه این کمپوز در ذهنم آمد. یعنی این کمپوز هم از خودشان است. درد از این دخترها را پدرشان فریاد میکنه و آهنگش اینا فریاد میکنن و او را میخوانن. یک زمزمه کوتاه اگر کنین. دختره دختر افغانم من، دختر ملک دل ایرانم من، مشکن بال و پرم را مشکن، مشکن تاج سرم را مشکن، از تو مازاده چواهو بده من، از تو مازاده چواهو بده من، عشق دارم چو ملاله با وطن، زده هم نغمه چو بلبل و چمن، زینب و ناز و مهری و سخن. بسیار مقبول. جالب برم او روز ما با آقای فرهاد دریا مصاحبه داشتم که آهنگایشان را کمپوز میکنن و ما او را میفهمیدم، اما بر ما قابل تصور نبود که یک دختر به جوانی شما که در افغانستان نبوده درد یک دختر یا دخترای که در رویشان تیزاب پاشیده ایرا گریه میکنین برای روزها و پدر شما این شعر میسرایه، شما این شعر به یک آهنگ تبدیل میکنین. یعنی ایرا ما غافلگیر شدم که شما ایرا خودتان یک آهنگ جور میکنین و او به یکی از آهنگای زیبا تبدیل میشه و ما فکر میکنم اگه اشتباه نکنم یا آهنگ تا وایت هاوس میرسه. ای چی رقم میرسید؟ اوباما ایرا شنید خوش کرد یا چی رقم شد؟ ما در سفارت افغانستان در امریکا در واشنگتن دی سی ایرا خواندم. کدام مجلس افغانی بود؟ مجلس افغانی بود برای سفیر افغانستان و خانمشان میمانایشان روجه بودن، من دعوت کرده بودن که چندین خواندن بخوانم برشان و خواندن دختر افغانه که خواندم برای اولین بار باز پس فرمایش دادن. امی خدای میمانای سفیر صاحب باز پس فرمایش دادن، تقریبا 3 دفعه خواندم همشه خواندن دختر افغانه. بعد از او یک آقای آمد پیشم سلام علیکی کرد. پیش ازی که پیش برین یک مزاق کنم. اوکی. یک بار خواندین، باز دو بار سرتان خواندن، 3 بار، فکر نکردین که حتمی ما اشتباه خواندیم یا میخواین اصلی شو بخوانم؟ حتما. خب بعد از او چی شد؟ بعد از او یک آقا رو ملاقات کردم که من نمیفهمیدم اون وقت که این آقا کی است، پوزیشنش چی است. بله. بسیار یک آقای مهربان آمد سلام علیکی کرد و بسیار خوش شدم که دیدمش. اما چند وقت بعد من خبر شدم که این آقای تمیم نصرتی ادوایزر رئیس جمهور اوباما در وقت بود و برای ما افتخار بسیار بزرگ است که یک افغان خود ما ادوایزر رئیس جمهور امریکا باشه. اینا خواندن گفتن که خوب است اگه ما در روز زن 2010 برای آقای اوباما و خانمش و میمانایشان در قصر سفید بخوانم و دلیل از این اینمی بود که ای یک پروتست سانگ است برای خانوما، خصوصا خانومای افغانستان. در او وقت ضرورت بود و اینمی آهنگ در اینترنشنال وومنز دی ما
اجرا کردم برای رئیس جمهور امریکا. وقتی که خواندین کسی ترجمهش میکرد؟ نه، من برای آقای اوباما گفتم که من خواندن انگلیسی هم دارم، اگه میخواین عوضش خواندن انگلیسی. گفت نه، ما فقط به خاطر خواندن دختر افغان تو رایج خواستیم. اوکی، یعنی میفهمیدم. من مطمئن هستم که آقای تمیم نصرتی برش وقت ترجمه کرده بود، قصه را گفته بود، قصه را گفته بود، ترجمه هم کرده بود، از همه چیز خبر داشت. ای کاش که در اون زمان یک کسی ایره ترجمه هم کرده می بوده. یا بخصوص انگیزه از یا هنگه ای بسیار مهم بود. ای کاش که کار کرده می بودن. و ما فکر میکنم که کاملا در میدیای امریکا بیرون میشد. امی حادثه که اتفاق افتیده، پدر شما شعر میگه، شما من دخترای افغان بیچاره که دروشان تیزاب پاشیده میشه. اما یک کار شد، در سی این این، در گود مورنینگ امریکا، امرای جورج استفانوپولیس، بزرگترین میدیای امریکا، امرای ما مصاحبه کردن بعد از این. بازمی قصه را شما برشان گفتین؟ بله. بسیار یک کار خوب بوده. خب ما از یام خبر نداشتم، اما خیلی یک مسئله خوب بود. و مرا بسیار مشکنانه که با همه حرکات که در امریکا صورت گرفت، چطور افغانستان دوباره به طالبان سپرده شد؟ آقای نصرتی، اگر شما در یک مصاحبه یک روز کتمه باشین، کمی سوال ما از شما بکنم که چطور افغانستان دوباره به طالبان سپرده شد؟ آقای نصرتی امیال در قصر سفید نیست، اگر می بودن امکان داشت که یک چیز تغییرات می آمد یا یک امی حادثه. خب ما همگی ما می فهمیم که کی پشت از این کار بود و دلیلش چی بود. آقای نصرتی یک دل بسیار خوب داره طرف مردم خود، همیشه در فکر مردم خود بود. مطمئن هستم که در او پوزیشن که انوزان می بود نمی مان کی باشم. جای تاسفه، شاید هم قصدن و آدم ها را از اون موقف هایشان پس کردن تا که راه باز شد برای هدف های بود و کارهای شده که همگی ما حالا می فهمیم. خب مجده جان عزیز، شما میرین افغانستان، آهنگ می خوانین، در تلویزیون را پیدا می کنین، بعد از این که در افغانستان رفتین و آهنگ خواندین، تنها به عیس آوازخان در میدیا بودین یا دیگه چی؟ بعد از او من بسیار خوشبخت بودم که از طرف تلویزیون یک، که هنوز تلویزیون یک چی نشده و فعال نشده بود، هنوز سرش کار میکردن، امرای ما به تماس شدن که بیا افغانستان. من یک کمک باید زور خود کار میگرفتم که مادر و پدرم اجازه میداد که من افغانستان برم. سه ماه گرفت تا که اینا قبول کردن، راضی شدن که اجازه میدن افغانستان بری. با یک شرطی که پدر جانم هم افغانستان بود، امرای قوای ناتو و کانادا، و همچنان مادر جانم اوجه میرفت، امرای می بود. خودش بزنس و کار و فامیل همه چیزی جه داشت، اما هنوز هم خود رساند به ما. و مهمتر از این، اونا من خواستن به این که چی کنم هست افغانستان's got talent، او یک برنامه یکی جاست، از او را لایسنس گرفته بودن، میخواستن که ایره جور کنن و همچنان من هوست بایسه هوست باشم. بسیار اوجه که رفتیم، مادر جانم یک پیشنهاد بسیار خوب برشان کرد، گفت اوپرا را میشناسه، این یک برنامه بسیار خوب داره که از او مردم یادم میگیره. بله. و امی دقیقه افغانستان ضرورت داره با یک برنامه که در این وقت مردم یعنی یک چیز یاد بگیرن ازش و برشان یک برنامه جالبان باشه. اون امور باعث شد که ما یک برنامه ساختیم به نام مجده شو، مثل اوپرا شو، برنامه مجده. و در او دکتر فیل هم داشتیم، جوانتر. جوانتر از دکتر فیل عزیزه، بسیار یعنی تقلید می شد، مثل امی شوی اوپرا که یک شوی انگلیسی در امریکاست، یک خانم امریکایی جلد تاریک در اینجا هست از او یا گرداننده شو بود و او بسیار یک برنامه زیبا و آموزنده بود. مادر جان مجده جان در حالی که کار زندگی و بزنس داره، تمام چیزها را میمانه در کانادا، میخیزه امرای دختر خود که سه ماه دعوا کرده که ما میرم، میگه بسیار خوب بریم ای میدان. تای میدان میرن در افغانستان، در اونجا قرار است تلویزیون یک اینا را گرداننده یک برنامه به نام افغان ها استعداد دارن
یا استعداد افغان ها که من نمیفهم نام اصلیش هم میشم از روی ترجمه گپ مجده جان میگم، اینا را میخواستن که گرداننده بسازن. مادر مجده جان میگه اما اگر زو که در بیتر یک برنامه بسازین که برای افغان ها آموزنده میباشه، یعنی تنها انترتینمنت یا مشغله فکری نمیباشه که ساتیری باشه، ایواز از او آموزنده می باشه که اگر این مردم کم کم بیاموزن و پیشنهاد میکنه که تقلید کنن یا یک شوی شبیه شوی اوپرا که در امریکا است و در اوپرا یک آدم فلسفی دوجه بود یا یک دانشمند بود که دکتر فل بود. او باز اوپرا وقتی که سوالا می داشت او را در برنامه خود می آورد که همیشه نه بعض وقتا و از او میپرسید که دکتر فل در این مورد چی میگی؟ باز او میگفت که یه نتره یه نتره، یعنی از این خاطر دکتر فل مشهور شد به شو اوپرا، اما اصل نفر اوپرا بودک. اینا رفتن در افغانستان شبیه از او به نام مجده شو، برنامه مجده را جور کردن. حالا شما در یک جای میرین که فارسی یاد ندارین و قضیات معلومات هم اگر هر چقدر داشته باشین در اونجا با این معلومات ها یک زبان کار است که را بگویی با مردمی که لسان انگلیسی که شما دارین نمیفهمن. مثل که کتی یک خدا ناکده بال شکسته و پای لنگ در یک جای درو میشی و شروع میکنی که مردم یاد بدی که چطور بپرن چطور را برن. اما چطور تانستی؟ من بسیار وقت جرات داشتم. من ایوام والا او جرات ندارم. او وقت بسیار جرات داشتم. پس افغانستان برو من بگی میگفت نه بری میکشنت ای چیز ای چیز. و در این وقت فارسی بلد نبودم. او وقت والا خواهی کم یاد دارم. او وقت ایچی یاد نداشتم. نام خدا بسیار خوب هستین. تشکر. نزدیک بود مرا بکشن. در میتینگ اول کشیشتم. دمیشو. شما گرداننده باید شوین. بسیار خوب. در روز اول در میتینگ جلسه اول دایرکتور برنامه امرای پروڈوسر رئیس تلویزیون صدا کردن که بیاین بیرون گپ بزنیم، گفتن که این دختر فارسی بلد نیست بکشینش. خودت دیگه میگی آها من شنیدم، من که شنیدم فریدی از اینجا خلاص شدی. گفتم از من خلاص شدی، گفتم بهترین کار اینم یاله شده که من بتونم راجع به مشکلات خانواده در تلویزیون در مجموع برای جامعه بگویم و آل چانس خود از دست میدم. چند تا خواندن دختر افغان کنم، این همین چانس هم هست که من همراه مردم یک ساعت دو ساعت برنامه داشته باشم گپ بزنم. دیگه من برشان پس که آمدن نزدیک بود که مرا پس از افغانستان بکشن که گفتم پلیز مرا یک سه ماه بتین من یاد میگیرم فارسی. این همی باش آقای زمان رجبی که دکتر فیل برنامه بود ای امرایم روز دو ساعت سه ساعت میشیش فارسی گپ میزد. یعنی پیش از اینکه مشاور شما باشه در برنامه که مردم کمک کنین اول شما را باید پرواز یاد میداد. Exactly. لسان فارسی یاد میداد. بعد از او باز شما میتونستین که هوست باشین. یعنی همه چیزی که کلم بسیار زیاد وقت کار داشت. بعد از سه ماه برنامه خود شروع کردین. هنوز هم یک کمک کمک میگرفتم از طریق از طرف پرودوسر از آقای رجبی. هنوز هم همکاری میکرد خود پرودوسر برنامه که یک دختر خانم 19 ساله بود و وقت بسیار لایق او وام همکاری میکرد امرایم. دیگه برای من آسان نبود تا که تانستم کارهای دفاع خود برسم. چهار سال باید آواز سر آوازم تمرین میکردم، باز سه ماه باید سر فارسی، هنوز هم ادامه داشت، باز معلم پشتو گرفتم کل از این چیزا. اما هدف می نمی بود که مردم خود کمک کنم، همیشه تا فکر مردم خود بودم که هر کار من قبول می کنم، سر خود سر از مو کار زامت می کشم، یاد می گیرم، دریکیت می کنم وقت خود. اما هدف آخری می نمی بود که من بر مردم خود یک خدمت کنم. چند سال افغانستان ماندین؟ سه سال. سه سال این برنامه هم دو سال دوام کرد، اما من اوجا میگفتن ای افغانستان است. او برنامه که اوجا خانم در امریکا داره راجع به مشکلات خانوادگی گفتی جا حتی در داخل خانه مشکلات خانوادگی را گپ نمیزنن، تو میخوایی که در تلویزیون در برنامه تلویزیونی گپ بزنیم. من گفتم امکاناتش هست، خب بیا که ترای کنیم ببینیم تا کجا میرسه. امی که دو سال هم دوام کرد بسیار زیاد بود. دو سال چی نتیجه گرفتین بعد از دو سال که مشکل است نمیتونم، یا مردم نمیفهمن یا مردم اجازه نمیتن،
یا والا خوب شد که همی بود یک تغییرات در جامعه چی رقم بود؟ تغییرات خواهد زیاد تغییرات آمد. مردم فکرشان من دیدم که واز شده میره. مردمی که خود می افغانای عزیز که می آمدن در برنامه می آمدن پیشم می گفت که من زیاد راجع به تفلا صحبت می کردم، به ابیوس، domestic abuse, child abuse. این چیزا بسیار برام مهم بود. میگفتن که از خاطر برنامه تو دیگر شوهرم اولادای ما لط نمیکنن، مرا دیگر لط نمیکنن. ستر می فهمیدن، درک کردن. امی دکتر فیل زمان رجبی برشان اکسپلین میکرد که فرق بین از این که آدم امرای طفل صحبت کنه تا این که لط کنه چی است. بله. و این امی باعث میشد که مو آقا بفهمن که اینا امی چیشان یک کانسیکونس داره، امی کار لط کردن طفلا، لط کردن خانم خود. بسیار در داخل خانواده که مشکلات باشه، خود در جامعه خود مشکلات یک فامیل در واقع یک سلول از جامعه است. Exactly. و ما میخواستیم که در داخل فامیلی امی مشکلات جور کنیم که هدف ما اینمی بود که، یا آرزوی ما اینمی بود که یک روز از خود از فامیلی شروع کنیم که در مجموع یعنی مشکل در فامیل حل کنین و فامیل جامعه مشکلش حل شود. باز چی دلیل شد که شو استاد شد؟ کنسل شد. مرا دیگه کشیدن، بار دوم کشیدن از افغانستان. چرا؟ یک آوازه شد، آوازه بسیار خطرناک که مرا کشتن. آها. سر ما بریدن و کشتن. گفتم من نمیخوام. اگر امی واقعیت باشه که کس پشت ما گرفته یا میخواین که کار کنن، من نمیخوام که از دست اکستریمیست ما یک اگزمپل شوم که اونا دیگه خانم‌ها را بترسانن. اگر ما را راستی این قسم بکشن و سر ما ببرن و چیزا، من نمیخوام که او کار شوه، از خاطر نمیخوام که خانم‌های دیگه بترسن که این کار از کشته شدن. یعنی بکشن به این معنا نبود که شما را گفتن نه خودت یاد نداری خودت، نه، یعنی خواستن شما را رسکیو کنن، نجات بتنتانه. بنابراین تلویزیون یک فکر کرد که نه، احتمال داره ما زندگی از این دختر در خطر انداخته باشیم و در خطر باشه، بنابراین این شو را، این برنامه را استاد میکنیم و خانم مجده را دوباره میفرستیم. پیش از اینکه خدا ناکده امی آوازه که انداختن یک روز امت یک اتفاق بفته و شما بکس بسته کردین و برآمدین. اما تلخترین روز زندگیم بود. یعنی با یک تلخی و یک حسرت بسیار افسرده شدم. از افغانستان برآمدین. خانم مجده شما برآمدین، اما متاسفانه بسیار زنها، بسیار اولادها در او فلاکت باقی ماندن. مردان هم در او فلاکت باقی ماندن. مردا هم بسیار محکوم نیستند در افغانستان، به خاطر که در یک جامعه که کور تولد میشی و کور کلان میشی، در حالی که چشم داری، امو جامعه جامعه ما است، امو میباشه. مردا هم کور تولد میشن، یا کور اگه تولد نمیشن کور ساخته میشن بعد از تولد. زنا همچنان، یعنی زندگی کلگی در مجموع یک زندگی انسانی نیست. اما به نظر خودت امی افغانستانه که وقتی دیدی خودت در کشورهای دیگه بودی، در کانادا زندگی میکنی، یکی از ممالک پیشرفته دنیا، چی فکر میکنی اگر مقایسه کنی افغانستان که در کانادا، چی رقم مقایسه میکنی؟ هیچ مقایسه نمیشه. آها. اما باید بگویم افغانا در میمان نوازی خود، در محبت خود جوره ندارن، اما از حساب ذهنی و حساب زندگی زندگی روزانه برای خانم ها، برای آقایان مقایسه نمیشن. از خاطر اقدر اینا فرق هست بینشان که برای هیچ من نمیدونم که مثلا خودت وقتی که رفتی چی دیدی که بلا این زن سایکو، این زن کانادایی را سایکو، این طفل در اینجا سایکو، این را در اینجا جامعه را سایکو، در اینجا مثلا چی رقم چیزا پرودیوس میشه، در وجه زندگی از نقطه نظر اقتصادی و تولیدات چی رقم ها. یعنی میخوایم که حتمی در ذهنت هست، اگر یه بتانی در روی زبانت بیاری چی رقم میاری که این مردم در افغانستان که میشنن امیر ببینن که دنیا یک
درخت توت نیست که ما در زیر سایش در سایش بشینیم یا یک دانه توت شمال بزنه بفته یک دانه زردالو. در اینجا چی رقم است؟ در اونجا چی رقم بود؟ در اینجا یک مردم در اینجا یک آزادی دارن، آزادی فکری دارن. بله. آزادی خود دارن که وقتی که یک خانم بیرون میشه، چون اینا آموختستن که خانم ها در دور پیش همیشه در جامعه چی دارن؟ یک پارت دارن در مکتبا، در جای کار، در هر جای خانما مساوی به مردا زندگی میکنن. بله. پالو در پالو همراه مردا کار میکنن، زندگی میکنن، تحصیل میکنن. وقتی که مرد خانما میبینه، بسیار یک چیز عادی است برش. خانم میره پیاده، کسی غرضش نداره، سیلم نمیکنن که میخوان. بله. در هر لباسی که پوشیدن، در هر لباس، یعنی فکر میکنم که شورتس هم بپوشن. بله، حتی دلاب بر که دلاب بر که بیکینی میرن. بله. مرد سونش سیلام نمیکنه، از خاطر اونقدر چشمش سیر است که از خود کلان شده میره. یعنی عادی است برشان، نارمال است که یک زن ببینن. ما دوستای صمیمی بچه است. بله. دختر است. ما هیچ وقت فرق بین بچه و دختر ندیدیم. ای که آدم که یک نفر عاشق میشه، بله. او علایده گپ است. بله. اگه مثلا آل خوی چی موضوع بینگ گی و چیزان بسیار اوپن است. بله. اگر که هر کس آدم عاشق میشه و علایده گپ است، اما وقتی که آدم یک دوست می داشته باشه که او مرد می باشه، او مرد هیچ وقت آدم باعث زن نمی بینه، او باعث انسان مرا می بینه. اونمو من خوشم میاد که باعث انسان مرا قبول دارن، باعث ازی که من مساویشان هستم از حساب فکری، که من یک چیز میگم اونا اپ من قبول میکنن، گوش میکنن. اگر کدام ادوایس یا کدام چیز بگویم که معلومات داشته باشم راجع به چیزی. برای ما در افغانستان بسیار مشکل بود که دو خانم، مادر جانم که منجر من است موسیقی و ما خودم باعث آواز خان، بریم در افغانستان و اینا ما را یک تعداد از مردا ما را قبول نمیکرد که ما میفهمیم که چی میکنیم یا گپ ما کدام مانای داره. بله. یا خود ما کار خود میفهمیم. مادرم یک بزنس وومن بسیار موفق است اینجا. بله. و همگی احترام داره به این که بزنس خود بسیار خوب چلانده. بله. مثل یک مرد، ولی اما هیچ فرق نبود بین مادرم و یک مرد که بزنس. بله. چلانده. اما در افغانستان دیگر رقم بود و همچنان ما باعث آواز خان و مادر جانم باعث از اینکه یک سالون داره اینجا، بسیار سالون موفق. اونا من متوجه نبودم که آواز خان در افغانستان او قسمی که در اینجا دیده میشه، یعنی اینجا هنرمند است، یک رسپکت دارن برش. بله. اونجا او قسم نیست، یعنی هنرمند آواز خان نامای میگن که یعنی در اوجه بر خانما هنوز فحشا فکر میکنیم. Yes. ما اونه را در مجموع فحشا فکر میکنیم. Mm-hmm. بر آقایون همچنان. Mm-hmm. اما باز بر مردا کمتر فحشاست. Yeah. نسبت به زنا. یعنی در یک جامعه که اونر موسیقی و آواز فحشا باشه، مقایسهش کنین به یک جامعه که در اینجا هنر واقعا با مراتب یک اعتبار بالاتر دارد. تو به نیست یک هنرمند خوب در امریکا و در اروپا و اینا ستایش میشی، پول میداشته باشی، احترام میداشته باشی و در اوجه میری هنرمند میشی برای مردمی که اونا در عین زمان فکر میکنن که هنر برای یک زن نه بابا، یه فحشاست. یعنی در اولین روز تو دسرسپکت میشی، به احترام میشی و توهین میکنن. و در اوت یک جامعه میری که اون مردم را کمک بکنی به نهایت مشکل است. و ولی در آخر نتیجه دو سال کارتان، یعنی یک مقدار از هانه روشن ساخت، نتیجه به این شد که اکتاد مردایی که میشنیدن ادخل قبول کردن که نیم اولاد خود باید لط نکنیم. این رای تربیه نیست، زن خود باید لط نکنیم. یعنی با وجود یه همه مشکلاتی که در وجود بود، یک کم ذهنیت انسانایی را که میدید کمک کردین. ولی شما گفتین که تجربه شخصی شمایی بود که یعنی اونا با یک بی‌احترامی میدین و ایره شما نفهمیده بودین روز اول که برای یک هنرمند خانم در افغانستان که تو میری آهنگ میخوانی، تو هنرمند نیستی، تو خدا ناقدر یک زن استی که به فحشا روی آوردی. ایره درک میکردین در چشم مردا؟ میشنیدم. آها. برزه میگفتن، صدا میکدن، نام صدا میکدن، بسیار جگرخون میشدن. به خود نه، سرمت تاثیر نمیکد.
بله. سر از اینکه مفکوری از یا بله. چه قسم است که در هر مملکت دنیا هنر بسیار باعث یک چیز پاک و خوب میبینن. بله. اما متاسفانه در مملکت ما فکر میکنم یگانه مملکت است که اینا چیزای چتی میگن، خانمایی که در موسیقی هستن، و برای ما بسیار چی بود دیگه؟ عجب بود. عجب بود. حالا یک چیز دیگه، خب شما بالاخره در اگه سر قبول کنید، خب من خواننده اینا مترکایی فکر میکنه، بانک هم فکر کنن، مگر در جامعه حتمی زنای دیگه را میدیدین که در راه میره، در سرک میره، همین مردا، همین مردایی که به شما این بی‌احترامی را میکرد، با اونا به دیده احترام میدیدن؟ نه. کسی که خانمی که کار میکرد، خانمی که بیرون از خانه می بود، و را هم تقریبا همو چیز فکر میکردن. من نمیگم که همگی افغان ها، بسیار مردای دیدم که بسیار روشن فکر، طرفداری خانم ها را، طرفداری حق و حقوق خانم ها را میکردن و خانم های خودشان آزاد کار میکردن در دفتر، دخترای خود میماندن مکتب بره، امو قسم مثل بچه های خود کلان میکردن. یک تعداد مردای بسیار خوب داریم در جامعه ما، اما یک تعداد زیاد دیگه بسیار عقب مانده هستن و ما بر از اونا جگرخون میشم که امو مفکوره سرچپیشان باعث میشه که افغانستان در میالته که هست احسین میاله. اگر کمک های امریکا و کانادا و اروپا و کشورهای دیگر به افغانستان پس کنیم که در مثالهای شما رفتیم از جمله مثالا بود، در خود افغانستان میدیدین که مردم اگر امی کمک هم نباشه میتونن یک مملکت باشه که دقیقا نان شب و روز خودشان تولید کنن، یا فکر میکردین که با امی طرز تفکر و امی درجه تحصیل اگر امی دنیا پس شد مردم شاید گرسنه بمانن؟ خب حالا خود ما به چشم خود میبینیم دیگه که در یک حالت آمده، تقریبا همو قسم حالت هست که مردم گشنه ماندن، مردم بی‌پیسه شدن و نمیتونن در پای خود استاد شوند، و دلیلش اینه میست که نصف نفوس حکومت آله، نصف نفوس یا فلج ساختن، و مثل که بیشتر گفتین نصف نفوس، مثلا مقصد که فقط که نصف چراغای مملکت گل کرده باشن، یعنی خانم های افغانستان منظورتان است؟ بله. نفوس که یعنی نیم نفوس یک مملکت خانم هاست. اگر نیم نفوس را پس کنی، مثل از اینکه نیم چراغای آسمان گل کنی، exactly. او آسمان به مراتب تاریک تر می باشه، یعنی سر خود خاموشش می کنی، سر خود خاموش می کنی، جامعه را تاریک می کنی. حکومت یک سر کلگی که این قسم فشار میاره، و حکومت باید برای مردم خود باشه. بله. و مردم باید از او راضی باشه و خود یک احساس کنه که یک آزادی داره، نه یک زندگی داره، میتونه زندگی کنه. وقتی که او را از گردنش ما کم میگیری، یا پای تا سر گردنش میمانی و او را نمیمانی، اجازه نمیدی که بیرون شو آزاد زندگی کنه، یا همین زندگی را بفهمه، یا درس و مکتب بره، درس و مکتب بره، از او مردم چی اکسپکتیشن دارن؟ بله. یعنی فکر میکنن که او باز او مردم یاره قبول میکنن، او مردم قطعی اوکی میباشن؟ این خانمایی که قید میکنن در داخل خانه، اجازه نمیتن، حق نمیتن که بیرون بره و به پای خود استاد شون و اینا تحصیل کنن و بتانن که زندگی خود پیش ببرن. خود امی آقا، نمیگم تنها طالبا، آقایی که بسیار پسرفته هستن و عقب مانده هستن، اینا که خانمای خود قید میکنن در داخل خانه، اینا وقتی که مشکلات زندگیشان میایه، یک کمک فکر کنن، درک کنن که خودم این کار کردم، سر خودم این کار کردم به خاطر غیرتم. امی غیرت اولی که چی مانا؟ که خانم خود داخل خانه میمانن، اجازه نمیتن بیرون، مثل یک سامان فرنیچر واره. بله. میگم ما این خریدیم، یه از ماست دیگه. بله. من نمیمانم کس دیگه ببینش. بله. چی مانا میده؟ بله. این کار بسیار احمقانه است. بله. شما دمی کانادا زندگی میکنین، پیشتر گفتین که در اینجا مردا طرف زنا سعی نمیکنه، یعنی یکان دفعه دلتان میشه که بگوین ای مرد ایش تو نمیبینی من که سعی نمیکنی مگر؟ اما در افغانستان که میری فکر میکنی که یا کت چشمای خود مرا میخورن، کت کمشی که میبینی، و در عین زمان ما امیر شرف هم میگیم. جالبی است که شما را قبول نداشتن به عیس هنرمند، فکر میکردن نه فحشاست،
اما یک زن بیچاره که در راه میرفت ما دیدیم که مترار استاد میکردن که گویا تو بد اخلاق هستی، یعنی که از خانه برآمدی بد اخلاق هستی، حاجت نیست که تو زن بد اخلاق باشی، یعنی که برآمدی در چارایی تیر میشی بد اخلاق هستی. بنان یک مترار که زن یعنی بالاش مخ میفهمی که بد اخلاق هستی. مردمی که مردای با غیرت که راجع به زنای جامعه خودمه تفکر کنه که هر زنی که در سرک است بد اخلاقه، او جامعه یک جامعه فحشا زده است. در واقع ما فکر میکنیم که افغانستان بسیار با شرف است، ما مردا جامعه فحشا زده است. اما شما فکر میکنیم که مردم افغانستان چی کنیم که بفهمند که در یک گوشه تاریک دنیا زندگی میکنند؟ در تمام دنیا یک گوشه تاریک است، مثل که قطب شمال قطب جنوب، افغانستان یک نقطه تاریک دنیاست که در اوج مردم کت شمای خود به درستی دیده نمیتانن، کار کرده نمیتانن، زنایشان بیخی کور هستن، خودشان کم کم را دیده میتانن و در زیر یک درخت زردالو منتظر شمال هستن که یک زردالو بفته. اما در امریکا همطور است، در امریکا، در کانادایی که شما هستین، یعنی دمیج از نگاه قطعی و قیمتی و نان و ا و امینا، آیا کدام مشکل است شما که میرین دمیج برای یک فامیل مثلا 5 نفره میجه نان یک مشکل است دمیجه؟ نه تنها که ایجا هیچ مشکل نیست، فقط که لالا لند باشه، یک جنت وارست کانادا، جنت وارست، و فکر میکنم که افغانستان مثل دوزخ وارست، برعکس. بله، بس بیخی بالکل برعکس هستن. اما نه تنها مشکلات ندارن، اینا متوجه مردم دیگه هستن که ما چه قسم از خاطر ما قدر راحت هستیم، زندگی ما راحت است، ما چه قسم بتانیم کسای دیگر رو کمک کنیم، مردم کمک کنیم که من و تو در جمله هستیم. سو اینی ما بسیار سرم سخت تیر میشد، چی میشم، احساساتی میشم، چرا؟ و کسایی که در افغانستان کوشش کردن که بیان خارج و آمدن خارج موفق شدن، آل ایجا خانمای خود قید میکنن، دخترای خود قید میکنن، آله اونو مو امو مفکوره گنده خود آوردن ایجا و میخواین که در ایجا در سر خود و در گردن زن خود انداختن و میخواین که این کار در ما فکر میکنم اوکی، کانادا به چی دلیل بهشت است؟ بله. امریکا به چی دلیل land of opportunity است؟ بله. و امی خارج که شما اقدر میخواین بیاین، چی دلیل، چی باعث شده که میاین؟ اقدر مملکت های خوب است؟ بله. Right. و دلیلش این است که خانما آقایان کلشان مساوی پلو در پلو کار میکنن، درس میخوانن، زندگی میکنن، زندگی مردم آزاد است. از طرف مردا و خانما یک فکر آزاد، ما هر چیزی که مذهب ما است یا نیست، یا هر رقم لباس میپوشم، هر رقم فکر میکنم، اپینینم، گپم، همه چیزم، ما آزادانه میتونم بگویم. با. بدون ترس میتونم بگویم، کار خودم بدون ترس میتونم که انجام بدم، پیش ببرم. باعث یک خانم، من هیچ وقت کسی برام نگفته تو خانم هستی، تو باید بشینی خانه، تو خانم هستی باید بری دیگپزی کنی. بابای من 18 ساله که شدم گفت آله تو قانونی شدی 18 سالگی در کانادا، یعنی باعث ادالت دیده میشی. و او وقت گفت من دیگه خود حق نمیتونم که تو را بگویم که تو چی گفت، تو فقط زندگی خودت غرض، زندگی خودت غرض ندارم. اما من احترام دارم که تو 18 ساله شدی، اگه هر چیزی که کار شد از طرف من، من ایجا هستم برات، همیشه هستم که نظر بتم، کمک کارداری من هستم، نظری که دستم پلیت است، اما غرض نمیگیرم، نمیگم که بشی در خانه که دختر هستی چادر تا پرتو و درس دیگه بس هست، برو شویکو، برو نوکری اولاد تکو، این کار را نکدن. ماندن مثل کانادایا که شما زندگیتان به دست خودتان باشه، مسئولیت زندگیتان را برای خودتان دادن. اما شما گفتین اینی افغانایی که از افغانستان می آین دمیجه امولونگیر سر خود و در گردن زن خود دور دادن که نه ما غیرت داریم. بزرگترین غیرت ایست که غیرت. مملکتت آباد کنی، مکتب برای اولادت بسازی، شفاخانه بسازی، زنت نان داشته باشه، نه مملکتت یک آبودی باشد، و او را بدون درس نمیتانی، بدون استفاده از تمام قوا در جامعه نمیتانی. وقتی زن در خانه شاندی، نیم نفوس
در خانه بندی میشه. نیم نفوس دیگه وقتی که درس نمیخونه، درسش مدرسه و مسجد، اونا کار نمیفهمن. اونا تنها به این میشه که خدایا دیگه از دربار خود غیر مستقیم گداییگر میشی. یعنی ما گداییگرای جامعه بشری هستیم به خاطر همین طرز تفکر ما. همین خانمایی که در همین جمع میآیند در این مملکت و دخترایشون بهشون کدام چیز گفتنی دارین از تجربه زندگی خود؟ از تجربه زندگی ما، موفقیت ما از خاطر مادر و پدرم است. بله. از خاطر فامیلم است. دو بیادرم که مرا هیچ وقت نگفتن که چی بپوش، چی کار کو. و ما امو احترام برشان که دارم، نمیخوایم کدام کار کنم که خدا نخواسته اونا از ما آزرده شوند. یعنی شما ایر فامیدین که نه، اینا بر ما آزادی دادن، اما در این زمان استفاده کنم داخل از یک چوکات زندگی کردن. اما دختر خانم هایی که امرای ما کلان شدن دیجا، افغانای دیگه که پدرهایشان قیدگیر بودن، اجازه نمیدادن بیرون شوند، ای هر سوره میزدن که بله. امو کارای بد کنن. بله. از خاطر میخواستن ببینن که چی است که بله اجازه نمیده. وقتی که من همه چیز بابایم پروفسور سایکولوژی بود بله. در افغانستان. سو از طریق می سایکولوژی او میفهمید هر چقدر انسان قید کنی اما قدر او میخواه که برای او چی کنه، می کارای او میخواه ببینه که برای بله. چی قید است. هر چقدر که آزاد بانی یک انسانه، it's human nature. کمتر کنجکاو میشه. ما رای نمیزم، اینم یاله چشمم سیر است، فکرم سیر است، همه چیز من تو از هر نگاه ما سر خود حاکم هستم. باعث یک خانم، باعث یک انسان، ما هیچ وقت خود چی ندیدیم که یک کاری که مرد میکنم من نمیتونم. یعنی امت یک اعتماد به نفس دارین که امو پرواز را که اونا آقا میتونه من خانم هم میتونه. مصد از اوکل بیتر میتونه. حالا که از موفقیت گرد زدین، اولین سوالی است که آیا شما موسیقی را برای پیدا کردن پول استفاده کردین؟ هیچ وقت نه. ما بزنس های خود دارم از وقتا مادر جان و پدر جانم و امرایم کمک بسیار زیاد کردن که انویسمنت در ایسه بزنس کنم. آها. و زیاد وقت ما بر مردم نشانم نمیتم و نمیگمم که ما چقدر عاید دارم و چی دارم. از خاطر او کار خودم است. او هدفم نبود که بر مردم نشان بدم. بزنس گفتین که یعنی کار هنری شما منبع عاید شما نبوده؟ هیچ وقت نه. چی میکنین؟ کار هنری مخصوصا در افغانستان عاید نمیاره. بله. Actually it wasش آدم از جیب خود باید مصرف کنه. از کار میمونه. از کار میمونه. بله. از او خاطر من هیچ وقت در فکر از این نبودم. من صرف موسیقی را پیش بردم به دلیل از این که من از طریق پولی و از طریق دیگه قسم چریتی پیش ببرم و یک خدمت کنم بر مردمم و کانسرت هایی که میتونم یا کانسرت چریتیست، اگه چریتی نیست بر من پول میتن، پولش را 100% روان میکنم به افغانستان. اوجه همه گی ضرورت داره. بله. امسایه های فامیل های مام که میشناستم برشان روان میکنم. فیصدی کتاب من که چاپ شده در ایجه در کانادا از طریق یک کمپنی بسیار برجسته او را فیصدی تقریبا 30% از او را روان میکنم برای افغانستان. کمک میکنین 30%. و مثل که پیشترم گفتین با خود آدم باید در پای خود استاد شود که بتونه که یک کس دیگر را کمک کنه. سو ما از طریق بزنس هایم میتونم که یعنی موفق شدیم، میتونم از او زندگی ما بسیار راحت پیش ببرم. در این وقت او پول که از طریق موسیقی و هنر میاد ما میتونم که کمک کنم به مردم افغانستان. کمک به مردم افغانستان. ما هیچ وقت خودم نگاه نکردیم و مادرمشان هم اجازه نمیتن که پول از او نگاه کنم. بسیار خوب. بزنس که گفتین دارین، بزنس چی دارین؟ ریال استیت. خب یعنی ایجنت هستین باعث ایجنت امور املاکی یا ایست که خرید و فروش میکنین یا دارین یا کرایی دارین چی هست؟ خرید و فروش میکنم از خودم و ایج بزنس بسیار چیز در وانکوور بسیار بزنس کلان از ریال استیت. دیگه از وقت که ما فامیده بودیم مادر جان و پدر جانم امرایم کمک کردن از حساب پولی که انوستمنت کردن و باز از او بعد ما دیگه پیش بردم. بسیار خوب. یعنی شما سرمایه گذاری کردین در خرید خانه و بزنس و اینا و دیگه بالا میره. بسیار زود بالا میره. بسیار زیاد بالا میره. بنان شما از یک خانم که $1,000 داشت حال 100 میلیون دلار داره.
That's too much. منظورم چیست که 100 میلیون یعنی به قدر کافی دارین که امور زندگی میکنین و در عین زمان امو باعث وسیله کار. همیجا یک کتاب Voice of Rebellion How مجده جمالزاده brought hope to Afghanistan. این کتاب است که شما نوشتین. من نوشته نکردم. یک خانم است به نام روبرتا ستیلی نوشته کرد از داستان من، داستان خوب. زندگی من. از زبان شما داستان زبان. شما را اونا در نوشته آوردن. بله. شما در ایجا و ایجا داشتین اونا آوردنش در کتاب. بله. خب یعنی کتاب شماست، داستان شماست، اما اونا نوشتن برای شما. همکاری کردیم دیگه هر دیما. کدام سال؟ 2019. بله. یعنی سه سال پیش. یعنی میخوانم از روبرتا ستیلی. نوشته کرده. از کانادا است روبرتا؟ بله. خود کمپانی برای ما پیشنهاد کردن گفت یا خودت میتونی نوشته کنی یا این خانم میتونه داستانت نوشته کنه. دیگه یک هفته دادن که من تصمیم بگیرم، تصمیم اینمی بود که خانم نوشته کنه. شما راضی هستین از اینکه نوشته کردن؟ بله، بسیار زیاد. اما ما چندین باری را خواندیم، ادیت کردیم، همه کارش، یعنی حتی یک جمله را که تغییرات آوردن ما او را جور کردیم به دل خود. مگر عنوان های جالب است ایجا An Explosive Welcome و در اینجا چندین صفحه بعد کافر. جالبه Explosive Welcome. ما همه که از روی عنوانش بگویم ات دریافتم که گویا شما که رفتین بسیار خوش آمد گفتن، اما بعد از چند سال، دو سال شما باعث کافر باید میبرامدین که در غیر زو کشته میشین. اما تر یک منامیته یا نیست که چرا ایجاد ایجاوردین او چپتر فقط سر ازی بود که ما که خورد بودم یک معلمم در وجه سنف از کینرگاردن مرا بردن در سنف اول در اونجا منظورتان افغانستان. پیش از برآمدن از افغانستان؟ بله. ما که در چی رفتم؟ از کودکستان، سنف اول رفتن. آه، ما طاقت کردن نتونستم در کودکستان، مرا یک گودی دادن. این گودی را ما وار کردم در دیوال. و پدر ما خواستن، بابای ما، مادر ما خواستن که گودی را زدن. در افغانستانه که زنهای خود در دیوال میزنن، دخترهای خود، اما اینا را از خاطر گودی خواستن. خب جالبه. ما از خورترکی کارای میکردم که بعد یعنی جامعه افغانستان چی نبود. ما را که گودی را دادن تقریبا یک 20 طفل امرای میشیشته به کلش دخترها و این طفلک ها کلشان گودی را گرفتن که کتیش ساتری کردن. بله. ما گفتم ما چی کنم که تزی اصابم خراب شد دیره که وار کردم. مادر پدر میخواستن گفتن که دخترت اینی رقم است. گفت ببرش صنف اول برش قلم بده. اگه قلم بده امکان داره آرام شه. نه زن قلم بده دیوال. خب بازم شد که من صنف اول رفتم و یک معلم داشتم قرآن یاد میداد. یک چیز پرسان کرد، من سوال کردم، گفت تو اجازه نداری سوال کنی. گفت چیزی که دفعه یادم نیست. برای من جالب بود، میک سنس نمیکرد. خوردم که بودم یعنی معقول معلوم نمیشد. معلم قرآن شریف درس میداد و این تجربه را اکثر ما داریم، منتها اکثر ما یاد گرفته بودیم پیش از اینکه سوال کنیم، یاد گرفته بودیم که سوال نکنیم. اما اینا نوزور یاد نگرفته بودن یا گفته که من قبول نمیکردم. اینا قبول نکرده و معلم گفته که حق سوال نداری چون مسئله دینی است. بفرمایید. سو میترسن که لات میکنن و یک رولر هم در دستش بود و میزد. اما من زیاد آزار گفتم چه از خاطر خانما بود کدام چیزی که مثلا خانم هستی باید یه چیز کنی. من اینه میره قبول کردم، نتونستم سوال کردم، گفت اجازه نداری سوال کنی، گفت از دین هیچ وقت اجازه نداری سوال کنی. گفتم اگر خداوند نمیخواست که من سوال کنم، از دینم سوال کنم، از هر چیز سوال کنم، خیلی چرا برای من عقل داده که من I can't help it، من باید سوال کنم. این خانم یک وار کرد که تزو امو خطکش خود کت خطکش وار کرد سر ما و باز هم بابای ما خواست که کافر شد. یکی دست چپ از توم دست چپ ما اجازه نمیداد، یکی اونمو بود که گفت دخترت کافر است. اونمو چپتر راجی بموست. عجب قصه های عجب جامعه که در سنف اول
قافل میشی. چرا؟ به خاطر که یک سوال کردی. این حال فکر کنیم که او دختر را که در افغانستان سر ورق قرآن اینا گرفتن به چی رقم شکنجه کردن و کشتن؟ چرا؟ یعنی شما فکر کنین دختر 5 ساله در صنف اول به خاطر که یک سوال داشته و در امریکا و کانادا و جاها و هر سوال میتونی برات معلمت میگه جواب میده، اما در افغانستان تو را لعنت میکنن که سوال نکو. و این تجربه را اکثر ما داریم. اکثر ما در مشتوکی یاد گرفتیم برای پیش از یک سوال کنیم که سوال نکنیم. یاد گرفتیم که چطور دروغ بگیم که سوال ندارم، فهمیدم. بله ها معلم صاحب فهمیدم. اما اینا هنوز این دروغ یاد نگرفته بودن. هنوز هم یاد نگرفتیم. تا حالم اینا تا حال هم یاد نگرفتن. ما و شما کلگی ما این دروغ ها را یاد گرفتیم. ما تا به حال در جامعه خود دروغ میگیم. بدون وضو در صف نماز استاد میشیم. بدون از اینکه روزه داشته باشیم روزه میگیریم. بدون از اینکه بسیاری کارهای خوب بکنیم خود خوب جلوه میتیم. بدون از اینکه درس بخونیم خود فهمیده میگیریم. اما در آخر عمر اخه مانده ترین مردم دنیا میباشیم، به خاطر که ما از خردکی خود بازی میتیم. اجازه نداریم که خود ما باشیم. اکثر ما تا مردن خود ما نمیشیم. فاصله که یک انسان با خود داره در واقع یک متر هم نیست. اما در افغانستان اون میلیون ها مایل است. یک انسان تا مردن خود به خود نمیرسه. هیچ وقت خودش نمیباشه. در جامعه امریکا و کانادا انسان ها بسیار تیز خودشان میباشه. در کانادا یک آدم به طور مثال گی است که در افغانستان بسیار بده، اینجا بسیار زیاد خوشایند نیست. یک آقا است که علاقمندی به مرد داره، خودشان مرد است. اما او مجبور نیست دروغ بگه، میگه گپ خدا زندگی خدا چیز. و در جامعه نه او کشته میشه، نه زده میشه، نه حق و حقوقش گرفته میشه. یک عمل قابل پذیرش برای دیگران نیست، مگر در این زمان حقوق انسانی از او مراعات میشه، توهین و تحقیر نمیشه. اما در افغانستان از کسایی که بیچاره هورمونایشان تفاوت داره، زن خود مرد اسم میکنه، مرد خود زن اسم میکنه، ولی او تا مردن خود نمیتونه که بگه که من این مشکل دارم. حتی یک راه است که تداوی شوه هورمونایش ایناش، اما او گفته نمیتونه. بنابراین تا مردن باید دروغ بگه، اما او رقمی که نیست باید نشان بده. اما یگان استثناء پیدا میشه، یگان نفر هیچ دروغ یاد نمیگیره. شق یکیشان هم خانم مجده جمال زاده است که دروغ یاد نگرفته. و یک قیمت بسیار کلان آدم میپردازه که دروغ یاد نداشته باشه در جامعه ما. شما این رئیس کردین که والا اگر در دروغ نگفتم 100% بسیار قیمت گذاف برداختم، یعنی بیگ پرایس. یس. بارها شاید اس کرده باشه. بارها. بسیار مشکل است، اما هر چی خواستیم که دروغ بگویم یا خود یک چیز دیگه نشان بدم، بسیار زیاد انرژی آدم ضایع میشده. ای و ما گفتم چرا انرژی ما در یک چیز مثبت در خود استفاده نکنم، در کارهای خود که خودم پیش هر چقدر من خودم در زندگی خود پیشرفت کنم، اما قدر میتونم به دیگاه برسم. و هدف من اینه میست که همیشه خدمت کنم برای مردمم، اما اگر خودم خدا فلج بسازم یا خودم نفهمم که خودم کی هستم. مهمترین چیز در این دنیا مثل که شما گفتیم پیشتر، خود آدم انسان خود بشناسه اول. و من از بسیار وقتی خورد بودم من خود شناختم، فهمیدم که من که کلان شدم نمیخوایم عروسی کنم، نمیخوایم اولاد دار شوم، من میخوایم تحصیلات خود پیش ببرم. بچه ها شنیدین؟ نمیخوایم. زیاد چیزها را از 15 سالگی من وقت فهمیده بودم که من کی هستم، چی را قبول میکنم، چی را قبول نمیکنم. سر من کس دیگه چیزی که خودم قبول نکردم نمیتونه بقبولانه. آها. این چیز خودم است. ما خود شناختیم از وقتهای پیش و هیچ تغییرات نامده و ما تانستیم که زندگی ما به دل خود پیش ببرم رقمی که خودم میخوایم. زیاد انسان ها نمیتونن این کار کنن. بله. من نمیفهم که اعتماد به نفسشان کمتر است یا از جامعه میترسن، از مردم میترسن. ما هیچ وقت از کس نترسیدیم. باز هم باید از بابا جانم تشکری کنم که از 16 سالگی گفت هیچ وقت برای کس دیگه زندگی نکن. هر چی که میکنی برای خود بکن، همیشه موفقیت خود بیبی و اگه بخوایی که کمک کنی برای کسایی که ضرورت دارن، یگانه راهش اینه که خود بشناس،
یک جای خود برسان، موفق شو و میتونی که هر کار به دست بیاری. شما به انها و اقسام مختلف میتونین یک پدر خوب باشین، اما در افغانستان متاسفانه پدر بودن هم محدودیت های بسیار زشت خود داره. اینا ثمره کار یک پدر است که گفته بچه‌م آلرژی ساله شدی، خودت یک خانم هستی، خودت تصمیم بگی، کمک کار داشتی، من در کنارت هستم، بچه‌م برای خود زندگی کو، قسم باش که خودت هستی، اما آینده ایت مد نظر بگی، درس ده، یک آدم باش که مثمر باشی، نه تنها برای خود بلکه برای جامعه، و کمکش کردن از نقطه نظر اقتصاد که بتانه زندگی اقتصادی خوب داشته باشد. پدرهای دیگه هست که نه بچه می کارا نکنی، باز ما بدنام میشیم بچه نه بچه می کارا نکنی، نه میکشمت، نه میزنمت، نه. و این فرهنگ با ما از افغانستان میایه، در اکثر ما، یعنی بسیار سخت است برای ما مردای افغان که دفتن امریکایی کانادایی شیم، یعنی این ممکن نیست با او فرهنگی که کلان میشیم. او در ذهن ما تا رگهای، تا سلولهای ما عصه دارد، اما باید که یاد بگیریم که چطور پدر مجده باشیم تا پدر اینی نفرهای دیگه که زندگیشان تباه میشه. مجده جان، شما هنرمند بودین، آواز میخوندین، چطور خود مقایسه میکنین به عیسی یک هنرمند، یعنی یک خواننده بالای بالا، میانه، پایین، یا چی رقم اومده که خود سعی میکنه میبینه؟ من بسیار خوشبخت هستم که از طرف مردم عزیز افغانستان چی شدم، سپورت شدم و امی قبول کردن مرا. مثل که گفتم از خارج آمده بودم، مرا قبول کردن. خواندن یعنی لهجه ما در فارسی قدر خوب نیست، پشتو کوشش کردم، هنوز هم مرا قبول کردن. هر کاری که کردم قبول کردن، اگر برنامه بله. داشتم قبول کردن مرا بله. و از اینا بسیار زیاد تشکری میکنم. اما از حساب موسیقی، من هیچ وقت هدف می نبود که بهترین آوازخوان افغانستان شوم یا بهترین آوازخوان از طبقه اوناس باشم یا کدام کامپیتیشن داشته باشم همراه خانم دیگه. هر خانمی که بالا شد سر استیج خواند، ما به او افتخار کردم و از دل به او تبریکی دادم، خوشحال شدم که یک خانم دیگه صدای خودم میتونه بلند کنه، جرأت کرده. بسیار سخت است برای خانم‌های افغان و من میبینم که نام خدا زیادتر زیادتر میشه تعدادشان. ما افتخار میکنم، خوش میشم. اگر از طریق تحصیلات باشه، از طریق هر چیز باشه، خانم‌ها پیشرفت کنن، ما بسیار زیاد همیشه خوش میشم و اونا رو حمایت میکنم. هدف من هیچ وقتی نبود که من کدام کامپیتیشن داشته باشم امروی کس دیگه یا خواسته باشم که بهترین آوازخوان باشم. هدف من اینمی بود بل. که آواز من استفاده کنم که یک خدمت کنم برای مردم، شناخته شوی، گپت شنیده شوی. Exactly. یعنی صدایت نبود که میخواستی یک شرش شود در ذهن و در کله مردم، در دل مردم، بلکه به عیسی یک پلتفرم استفادهش کردی که یک چند گفه که فکر میکنی سودمنده به گوش مردم برسه. مثل کمیال پالی شما ششتیم و صحبت های یعنی مرا استفاده میکنی؟ نه، I'm a big fan. تشکر. یعنی ما اگر هنرمند نمی بودم، بسیار به شوق برنامه شما را میدیدم و بسیار زیاد یاد گرفتیم از برنامه شما. تشکر. اما نمیتونستم، اینمی امی چانس نمیداشتم پلی شما بشینم و صحبت کنیم directly. So امی من چانس داد که من خوشحال هستم که در حالی که شما اوت یک پدر خردمند داشتین و شما را اینقدر کمک کرده که هیچ نیاز با من نداشتین، اما هنوز هم برنامه های مرا گوش کردین و با یک لطف میگین که گویا از ما یک چند چیز یادم گرفتین و او اینا را جرأت داده که ایجا کنارم بشینن. در غیر از او فکر میکنن که ما چطور امرای زیادم بشینم که نشه که نتانم همین مصاحبه را. مگر مجده جان نگل، ما ساعت ها میتانم با شما گپ بزنم، در آینده ها بازم ما با هم میشینیم. بسیار چرا شما آموزنده هستید؟ به خاطر از اینکه در ایجا کلان شدین، در اوج تولد شدین، یعنی فکر کنین که در یک پنج سالگی در صنف اول همین تجربه زندگی تا نگفتین که یک سوال دینی داشتین، معلم شما را میگه که نه قدغن است، من هست سوال در مورد دین و شما را لط میکنه و
حکم کفر برای شما میده. یک طفلک 5 ساله سوال داره و این تجربه شخصی خودم هم است. بسیار ما این تجربه را داریم. امیدوارستم که در آینده ما از مجدجان یاد بگیریم دروغ نگفتن، به خود اجازه دادن که گپ بزنیم، به خود عقل دادن، به این که چطور من ایس یک مرد مثل پدر مجدجان به اولادای خود کمک کنیم، به خانم خود اجازه بدیم، چطور از قدرت خانم ها برای روشن شدن چراغ در جامعه خود استفاده کنیم، چطور دیگر نمانیم که افغانستان یک گوشه تاریک ترین دنیا باشد که فکر کنی که اگر برم دیگه دیده نمیتونم. از این خاطر این مصاحبه برای ما بسیار خوشایند و آموزنده بود. ما یقین دارم برای هموطنهای ما و خصوص خانم ها و کسایی که در افغانستان گوش میکنن بسیار سودمند میباشه، آموزنده میباشه. ما از شما بسیار تشکری میکنم. ما از شما بسیار تشکری میکنم برای این مصاحبه. Thank you so much. لطف کردین که وقت به ما دادین. این کتابتان ما برای خود توفه میتونم اگر of course از آرده اجازه شما باشه. و همچنان نگفتن همانه که از رشاد جان و آریا کباب هاوس اند گریل تشکری میکنم که همیشه به افغانستان بسیار کمک کردن و همچنان ماندن که اینجا در رستورانشان این مصاحبه برای ما. بسیار خوشحال شدم که شما میگه پزد این دوستای عزیزم. ما در آریا کباب هستیم، یک رستوران است، بسیار رستوران خوب در ونکوور، یک رستوران موفقه که در اون در جمله ده رستوران خوبترین در همین شهر است. همین شهر به نام چی یاد میشه؟ برنبی. برنبی. در برنبی در جمله ده رستوران بالاترین این انتخاب شده، رستوران بسیار خوبه. حالا که همینجا هستیم خونه او گپه چی نمی کنم، مگر رشاد جان در امی رستوران خود همیشه از اینمی آید رستوران خود 1,000، 2,000، 3,000 دلار به افغانستان کمک میکنه. و ما دو سه بار دیدیم که در امو پیسه که اینا کمک میکنه 1,000، 2,000، 3,000 خانم مجدام در امو داده. یعنی ما از شما تشکری میکنم خانم مجدام که شما که از این کدام آید از آوازخانی در افغانستان یا درمی ندارین، انوزم از پولی که به دست میارین شما 2,000، 3,000، 1,000، 5,000 بر افغانستان پای هم کمک میکنین. این بسیار یک لطف شفقت بزرگ است. ما میفهم که شما آل علاوتن در مووی ها هم کار میکنین یا در سریال ها و اینا. بله. اما نمیخوایم که او را آل در سرش گپ بزنم، در یک برنامه دیگه میمانم، خودش یک سبجکت دیگه است. و ما از آریا کباب تشکری میکنم که برای جمع کردن پول بر افغانستان رشاد جان عزیز کمک میکنه که دوستای عزیز خود ما هست. دیگه از همه شما تشکری میکنم. تشکر از شما، تشکر از وقتتون.